نفت، بیشترین عامل آلودگی دریای خزر. نفتی که توسط 4 کشور حاشیه دریای خزر استخراج می شود. قزاقستان در سال میلادی گذشته بیشترین سهم استخراج را داشته است. آذربایجان، ترکمنستان و روسیه در رتبه‌های بعدی قرار می گیرند. اما سهم ایران صفر است، در حالی که ایران از تأثیرات منفی این آلودگی ها سهم عمده ای دارد. ایران بزرگترین آلوده کننده میکروبی دریای خزر است. آلودگی که عمدتا ناشی از فاضلاب‌های شهری هستند. با وجود مصوبه هیئت دولت به نظر می‌رسد وزارت نیرو در تصفیه فاضلاب‌های شهرهای حاشیه دریای خزر با جمعیت بالای 30,000 نفر ناموفق بوده است. چون مواد آلوده کننده در چربی زیر پوست و کبد ماهی جمع می‌شوند، کارشناسان محیط زیست پیشنهاد می‌کنند در صورت مصرف مداوم گوشت ماهی قبل از مصرف پوست آن را جدا کنید. اما آلودگی میکروبی بزرگترین نگرانی کارشناسان نیست، چرا که آلودگی نفتی برای محیط زیست دریایی خطرناکتر است. ایران هم مجبور است تأثیرات آن را تحمل کند. مطابق رژیم حقوق فعلی دریای خزر، در صورتی میتوان قانون مشترکی برای کشورهای حاشیه دریای خزر تصویب کرد که هر 5 کشور موافق آن باشند. با توجه به اینکه دریای خزر اکوسیستم تقریبا بسته‌ای دارد، هر گونه آلودگی میتواند مخرب و غیر قابل جبران باشد. مثال آن هم ماجرایی است که سالها پیش صید صنعتی ماهی کیلک‌های دریای خزر را با بحران روبرو کرد، یعنی ورود شانه‌دار مهاجم مینوپسس لیدی از طریق آب تعادل نفکش‌ها به دریای خزر، نفکش‌هایی که از اقیانوس اطلس و عبور از کانال وولگا به دریای خزر می‌رسیدند. بنابراین اگر سران 5 کشور حاشیه دریای خزر در نشست‌های آتی به صورت جدی درباره موضوعات زیست محیطی دریای خزر تصمیم نگیرند، علاوه بر انقراض نسل ماهیان خاویاری دریای خزر، صید ماهی و اکوسیستم این دریا با بحران جدی روبرو خواهد شد. شهریار سیامی، بی بی سی.